و انگیزش به سوی خدا و رسیدن به قرب خدای متعال میتوان به وسیله قرآن این را به دست آورد. هیچ چیز رو انسان کم ندارد، ولی به نحو اجمال هست، به نحو اجمال هست که کی متوجه میشه؟ این مجملات را کسانی میفهمند که مخاطب حقیقی قرآن باشند، کسانی میفهمند که محدث باشند، دارای عقل کامل باشند، و همه کس نمیتوانند بفهمند. خب حالا آیا مقصود از این که انسانها با عقلشون نمیتوانند از قرآن این عوامل رفع اختلاف رو بفهمند، یعنی احکام شرعی دینی رو نمیتوانند بفهمند یا باطن را؟ یعنی اگر عقلا، عالمان روشمند به قرآن که مراجعه کردند، آیه قرآن رو که نگاه میکنند از آن هیچ درکی ندارند و یکی دیگه باید بیاد براشون توضیح بده، آیا این گونه است؟ اولا این خلاف تجربه است، خلاف مسلماته. خب میبینیم که همه علما مخصوصا در حوزه های دینی، مخصوصا دین اسلام، پیوسته به قرآن مراجعه میکنن و تکالیف بسیار زیادی رو برای خودشون به دست میارن، استنباط میکنن، و همین هم که حجت دیگه، چون اگه قرار باشه که به روایت هم مراجعه کنن همین اندازه به دست میارن، یعنی به حجیت میرسن. پس اولا مقصود از این که این عوامل رفع اختلاف در قرآن وجود دارد و به عقل نمیتوان دست یافت، احکام فرعی و تکالیف ظاهری نیست، چون تکالیف ظاهری را میتوان از قرآن به دست آورد. عقلا و علما میتوانند به قرآن مراجعه کنند و از قضا به قرآن مراجعه میکنند و دستورات دینی را به دست میارند. پس باید مقصود امر دیگری باشد. این اولا. خب همینجا اضافه کنم خدمتتون که خب وقتی که ما به قرآن مراجعه میکنیم تکالیفونو میفهمیم، بعد البته تو این تکالیف هم با هم دیگه اختلاف داریم، و ما وقتی که به هر راهی که مراجعه میکنیم به قرآن نمیتونیم این عوامل رفع اختلاف به دست بیاریم، حکایت داره که این روایت هم مانند روایت قبلی که میفرمود که قرآن ظاهر دارد باطن دارد، اینم ناظر به باطن قرآن است، یعنی در باطن قرآن حقایق، لطائف، اشارات و دقایقی وجود دارد که عقل انسان‌های متعارف نمیتواند اون رو به دست بیاورد. کسی این رو انکار نمی‌کنه که همین جوری هم هست. این یک نکته. دوم اینه که خب ما با عقلمون که به قرآن مراجعه کنیم نمیتوانیم عوامل رفع اختلاف رو به دست بیاوریم. باید چه کار کنیم؟ یک راهش اینه که به قرآن مراجعه نکنیم و تو همین اختلافات دست و پا بزنیم، این که اصلا مقصود نیست. راه دوم اینه که به کمک پیامبر و امام معصوم علیهم السلام به قرآن مراجعه کنیم. خب طبعا ما در عصری که دسترسی به پیامبر و امام معصوم صلوات الله علیهم اجمعین نداریم، مقصود از این سخن چیه؟ یعنی ما با استناد به روایات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام، با استناد به این روایات به قرآن مراجعه کنیم تا عوامل رفع اختلاف رو از قرآن دریابیم. آیا چنین چیزی امکان پذیر هست یا نیست؟ این مبتنی بر یک مقدمه است، و اون اینه که ما در حوزه قرآن و در فهم قرآن عقلمون نمیرسه و در نتیجه وقتی مراجعه میکنیم مراد را نمییابیم، یا چیزهایی رو مییابیم که با هم دیگه اختلاف داریم. من آیه قرآن یه جور تفسیر میکنم، شما یه جور دیگه تفسیر میکنید، اما در روایات این گونه نیست. ما وقتی به روایات که مراجعه میکنیم هممون یه جور میفهمیم. این مبتنی بر این پیش فرضه. و الا اگر گفتیم که ما به قرآن که مراجعه میکنیم با عقلمون مراد خدا رو در نمییابیم، و به روایت هم مراجعه کنیم همین گونه است. اگر ما به قرآن مستقیم که مراجعه کردیم با عقلمون نمیتوانیم عوامل رفع اختلاف رو در بیاریم، بلکه خود مراجعهمون به قرآن سبب اختلافات بیشتر میشود، به روایت هم همین گونه است. در کجای تاریخ داریم که مسلمان‌ها، علما، فقها، متکلمین، فیلسوفان، عرفا، دیگران مفسران به روایات مراجعه کرده باشند، همه اتفاق نظر داشته باشند در فهم روایات؟ به تعبیر دیگه وقتی به روایاتی که اینا قرار ابزار و وسیله ما برای ورود در قرآن باشند مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم خود این روایات سبب اختلاف می‌شود. اونم نه اختلاف و دو اختلاف. به روایات ملاحظه بفرمایید در مورد اراده خدای متعال.
جمعی از روایات نشان دهنده اینند که اراده از صفات ذاتی و خدای متعال است. برخی روایات نشان دهنده است که این از صفات زائد بر ذات یا صفات فعلی و خدای متعال است. برخی از روایات هم نشان میدهد که اصلا اراده فعل خداست. خب حالا ما میخواییم که چون در قرآن دیدیم که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اختلاف داریم که آیا این اراده رو که در اینجا هست از اراده های ذاتی است به گونه که تخلف ناپذیر است، یا از اراده های فعلی است، یا از اراده های انتزاعی است، کدام یکی از ایناست؟ میگیم اینجا که مراجعه کردیم هممون، بنده گفتم که این اراده ذاتی است، شما میفرمایید اراده فعلی است، یکی دیگه میگه نه اصلا هیچ کدام از این دو تا نیست. اینا از نوع اراده های مربوط به انفعال و احساس و عاطفه است. میگیم که ما در قرآن مراجعه کردیم، به توافق نرسیدیم، اختلاف پیدا کردیم، بریم به روایات مراجعه کنیم، به وسیله پیامبر و امام علیه السلام به قرآن مراجعه کنیم. وقتی در روایات میبینیم که اونجا اختلافات بیشتر میشود. شخصی خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام رسید و عرض کرد که یا امیرالمؤمنین، من در قرآن تعارض پیدا کردم. حضرت بر حسب نقل خلاصش این هست که فرمود مثلا کجا تعارض پیدا کردی؟ او گفت که در برخی از آیات قرآن داریم که هرگاه خدای متعال بخواهد جان بستاند ملک الموت رو بفرستد. در آیه دیگر میفرمود ما رسول خود را، رسولان خود را میفرستیم. در جای دیگری فرمود ما ملائک را میفرستیم. در جای دیگر فرمود که ما خودمون جان میستانیم. خب بالاخره جان رو یا خدا می ستاند، یا ملائک، یا رسولان، یا ملک الموت علیهم السلام. دیگه چهار نفری که مثلا حالا روی آدم نفله رو مثلا چهار نفری چجوری میخوام بستانن؟ خودش چی هست که حالا با چهار نفر، اونم چهار نفر چهار نفری که خدا یکی هست، ملک الموت یکی هست، اما رسول خدا که یکی دوتا نیست که، ملائک خدا که یکی دوتا نیست که، همه عالم جمع بشه تا روح این رو بگیرن، حالا کجا میخوام برم؟ میخوام بندازن توی چاله‌ای؟ خب بندازن تو جهنم دیگه. بسیاری از افراد تا از جهنم نگذرن، این منکم الله واردها، تا از جهنم نگذرن که به کمال خودشون نمیرسن که. خب این چجوری است؟ حضرت فرمود که بر حسب نقل فرمود که خدا جان می ستاند، ملک الموت جان می ستاند، رسولان خدا جان می ستانند، و ملائک جان می ستاند، و غیرهم، غیر از اینا هم جان میسن. اینکه گرفتاری بیشترش که تا بال خیال میکردیم بنده خدا که فقط این چهار تا هستن که با اینا حلش کنیم. حالا معلوم شد که غیر از این چهار نفر یا چهار گروه، چهار دسته دیگرانی هم هستن که دیگه عددش رو نگفته که یکی دیگه، دو تا دیگه، صد تای دیگه، اونا هم جان میستانند. بنابراین این گونه نیست که ما اگر به قرآن مراجعه کنیم عقلمون کفایت نمیکنه، با عقلمون نمیتونیم اختلافاتون رو رفع کنیم، مراجعه کنیم به پیامبر و امام، پیامبر و امام علیهم السلام، یعنی روایت پیامبر و امام، به روایت امام و پیامبر مراجعه کنیم، بگیم مقصود این آیه چیست تا اونو برامون توضیح بدن. خب دقیقاً به روایات که مراجعه کنیم تو اختلافمون بیشتر میشود. حداقل مواردی داره که اختلاف بیشتر بشود، موارد بسیاری وجود داره که فهمهای متفاوت از روایات داشته باشیم. بنابراین حالا با توجه به این دو نکته که به خود قرآن مراجعه میکنیم که نمیتونیم حلش کنیم، به خاطر اینکه عقول رجال نمیتواند عوامل رفع اختلاف را در قرآن بیابد، به روایت هم مراجعه میکنیم که اونم مثل قرآن هست، که مراجعه میکنیم نه فقط اختلاف برطرف نمیشود که اختلاف ها زیادتر هم میشود. یا باید در این گونه موارد بگیم که مواردی که اختلاف هست، اگرچه ریشه اختلاف در قرآن هست، در روایت هست، اصلا مراجعه نکنید، نه به قرآن مراجعه کنید، نه به روایات مراجعه کنید، یعنی همجور ول بگردیم یا بالاخره به یه چیزی مراجعه کنیم. ببینید، یا باید به قرآن مراجعه کنیم که میفرمایید که رفع اختلاف نمیشود، یا میخواد به روایات مراجعه کنیم، اونم بنده عرض کردم خدمتتون که رفع اختلاف نمیشود، یا باید به عقل مراجعه کنیم. خب عقلم رفع اختلاف نمیکند. وقتی اگر همه اینا رو بگذاریم کنار، بگیم همه اختلافات البته یک کلیدی دارد، تمام دردهای عالم دوایی دارد، ولی دست هیچ کس به اون دوا نمیرسد، خب اگه نداشته باشه با داشته باشه فرقش چه خواهد بود؟ بنابراین مقصود از این که عقل آدمیان در قرآن نمییابد، یعنی به تمامه نمییابد، نه اینکه هیچی نمییابد، چون اگر بگیم هیچی نمییابد، در قرآن ما هیچی نمییابیم، در روایت هم نمییابیم، عقلمون هم نمییابد. این میمونه همون که یک داروی برای همه دردها وجود داره که در یک قله گذاشتن که دست هیچ کس به اون نمیرسد، از ازل تا به ابد دست کسی نمیرسد. خب حالا اون دارو بوده نبودش تفاوت داره؟
جز این که به ما بگن و ما هم بیشتر قصه بخوریم که آخه عاقل حکیم دارو رو میبره یه جایی که دست هیچ کس نرسه. دارو رو باید در جایی قرار داد که یا آدم ها بی زحمت به دست بیارن یا با اندکی زحمت متعارف به دست بیاورن، نه حتی با اسر حرج. در حالی که اینجا میفرماید که لا تبلغ و عقول الرجال، اصلا با اسر زحمت اسر حرج هم نمیتوانن برسن. حکایت داره که مقصود از این روایت امر دیگری است و اون اینه که اولا مقصود از عقول الرجال عقول ناقص است که در از یکی از روایات دیگر گفتیم، نه عقولی که تمرین کردن. عقل علما مقصود نیست. این یک احتمال. احتمال دوم این است که اگر چه عقول رجال عقل علما هم تمام عوامل و ریشه های رفع اختلاف را نمییابند، اما بسیاری از اونها را مییابند. اینم دو. و سوم این که با مراجعه کردن به قرآن و یافتن تکلیف رفع اختلاف انجام شد شد، اگه نشدم هر کسی با اون نظر مجتهدانه خودش که داره حجت الهی رو همراه خودش داره، چه ضرورتی دارد؟ اینم یک. و بالاخره آخرین نکته این که این روایت هم مانند روایات قبلی دلالت بر بی‌اعتباری عقل ندارد. گمان بنده اینه که این روایت که لا تبلغ و عقول الرجال، مانند روایتی که در یکی از جلسات در گذشته خدمتتون عرض کردم که در برخی از موارد اومده، مثلا ما روایت داریم که لا صلاة الا بطهور، نماز بدون طهارت نمیشود. خب پیداست دیگه، یعنی اول طهارت بعد نماز. حالا اگر ما یه وقتی نتونستیم طهارت بگیریم چی؟ طهارت نداشتیم، وضو نگرفتیم چی؟ خب دیگه نماز نیست. بدون طهارت نماز امکان پذیر نیست. این همین رو لا صلات الا به طهور، این همین رو داریم که لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد هم نمازش بدون مسجد فایده نداره. این دوتا مثل همن؟ قطعا و یقینا نیستند. در اون مورد اول که میگیم لا صلات الا به طهور، میگیم طهارت شرط صحت نماز است، نه شرط قبولی نماز، نه شرط کمال نماز. اصلا اگر بدون وضوع رو به قبله ایستادیم این نماز نیست، باطله، هیچی نیست. اما همسایه مسجد که میگیم که در مسجد نماز نخونه، یعنی وقتی که تو خونش نماز میخونه این نمازش نماز نیست، هم چیزی نمیتوان گفت. به خاطر این که هم عقل میفهمه، حالا این که عقل میفهمه در جای دیگه نمونه های بسیار زیادی رو خدمتتون خواهم گفت، هم عقل میفهمه که نماز خوندن و اقامه نماز در مسجد شرط صحت نماز نیست، ممکنه شرط قبولی باشه، شرط قبولی هم نیست. یعنی اینجوری نیست که نمازهایی که تو خونه خونده میشه اینها قبول درگاه خدای متعال نیستن، بنابراین خوندن و نخوندنش برابر باشه. تکلیف رو برطرف کرده ولی هیچ اثری بر نفس ما نداشته و هیچ کمالی بر ما اضافه نکرده، اینم نیست. بلکه اونجا باید بگیم که این نمازی که در مسجد همسایه مسجد در مسجد نمیخواند کامل نیست، این بهترین نماز نیست، نمازی میانه و متوسط است. در این گونه موارد هم همین گونه است که وقتی میگیم لا تبلغه عقول الرجال، یعنی لا تبلغه کاملا، لا تبلغه مجتمعا، لا تبلغه من جمیع الجهات والحیثیات، نه اینکه هیچی نمیفهمه. مگر میشه که آدم عقل داشته باشه خدای متعال اون رو حجت هم قرار داده باشه اصلا حجت الهی هم نباشد، همین عقل باشد؟ عقل باشد و این همه ریزکاری ها رو در عالم هستی از طبیعیات، ریاضیات، منطقیات، فلسفیات، نظریات، همین رو بفهمه، تنها گره مراجعه کردن به قرآن هست. وقتی به قرآن که مراجعه میکنه، به قرآن که داره نگاه میکنه، مانند نگاه بز است به قصابش، اصلا امکان پذیر نیست. این که بله البته جمعی هستن وقتی به قرآن که نگاه میکنن اصلا هیچی درک نمیکنن، خیال میکنن مثلا این خط الیاز بالله یعجوج مجوجه، اما اون کسانی که حداقل اطلاع رو به قوانین و زبان عربی اطلاعاتی داشته باشن، اندکی زمینه ها و پیشفهم های توحیدی و مانند اون رو داشته باشن، متوجه میشن که الف لام میم این یکی شما نمیفهمیم، اما ذالک الکتاب لا ریب فیه، نمیفهمیم که در قرآن شکی نیست. حالا ممکن ذالکش هم اختلاف و همینگه داشته باشیم که ذالکه یعنی این یا آن، اما اینکه لا ریب فیه شکی درش نیست، در این که دیگه میفهمیم که یعنی این قرآن یقینی است.
من جهات متعدد از حیثیت‌های مختلف یقینی است، استنادش به خدای متعال یقینی است، اسمتش از هر گونه خطا یقینی است، کشفش از حقیقت و واقع یقینی است و همچنین موارد دیگر. این هم یک روایت. اون وقت این روایاتی که داریم میخونیم رو همه رو آخر با هم جمع کنید، شما هم در ذهنتون داشته باشید. روایت دیگر اینه که ان العقول، ننوشتم، از گمان میکنم بود از امام صادق علیه السلام باشه، از بحار الانوار جلد 13 اومده، ان العقول لا تحکم علی امر الله تعالی ذکره، عقل حاکم بر امر خدای متعال نیست، بل امر الله تعالی یحکم علیها، بلکه امر خدای متعال بر او حکم میکند. یعنی عقل نمیتواند بر امر خدای متعال محدودیت ایجاد کند، زیغ ایجاد کند، قید ایجاد کند و مانند آن، یا اینکه نه گستری ایجاد کند، توسعه، هیچ کدام از اینا نمیتونه. به تعبیر دیگه عقل حاکم بر امر خدا نیست، بلکه امر خدا حاکم بر اوست. البته به راحتی میتوان گفت که پس عقل رهاش کن، اما این جزء روایاتی است که به این آسانی کسی بخواد که ازش بگذره، که معناش اینه که احاطه بر همه معارف الهی از اول تا آخر باید داشته باشه. اونی که در این روایت میگه که ان العقول، باز دوباره این چندین بار تا بال گفتیم ان العقول، این الف لام، الف لام استقراقه، یعنی تمام عقول حتی عقل انبیا و اولیا استثنا ندارد. یا نه، مقصود از این عقول، عقول ناقصه است، عقول متعارف است، نه عقل عالم. این یک. دوم این که میفرماید که عقول حاکم بر امر خدای متعال نیستن. امر خدا در اینجا یعنی چی؟ امر در مقابل نهی خدا که نیست. یعنی این گونه نیست که عقول بر تکالیف حاکم نیستند، این که مقصود نیست. چرا؟ چون عقول حاکمند. اگر عقل، اگر دستورات الهی و اوامر و نواهی الهی با عقل قطعی تعارض داشت، همه گفتند اون روایت یا اون آیه را باید یا تعویل کرد یا تخصیص داد و بالاخره باید از آن روی گرداند. وقتی خلاف عقل باشد، عقل قطعی البته. خب ما هم که از اول داریم صحبت میکنیم همش درباره عقل قطعی صحبت میکنیم، و الا درباره خیالات و اوهام و ترهاتی رو که به ذهن هر کس برسه، اینا که دیگه نمیتونه که معیار و فهم قرآن یا تقیید قرآن یا تخصیص قرآن یا نادیده گرفتن ظواهر باشد. این که اصلا کسی نمیگه. بنابراین مقصود از این امر الله، مقصود امر تشریعی مانند انجام بده، انجام نده، یعنی چیزی که در مقابل نهیه، این مقصود نیست، به خاطر اینکه بسیاری از اوامر و نواهی خدای متعال محکوم عقل است. به عنوان نمونه، اگر خدای متعال